سلام، شبتون بخیر. جایزه نوبل 2021 توی فیزیک اعلام شد و رسید به فیزیک سیستم‌های پیچیده. جایزه امسال از دو جهت خیلی برای من جذابه. از یه جهت اینکه این اولین باری که از لفظ سیستم‌های پیچیده استفاده میشه و یعنی اینکه رسماً این عبارت فیزیکه، یعنی کسی دیگه نمیتونه بگه اینا فیزیک نیست و این حرفا. حرفای خالی زنکی بذاریم کنار. جهت دوم اینه که نصف این جایزه تعلق گرفته به آقایی به اسم جورجو پریزی و نصف دیگهش به طور مشترکی رسیده به دو نفر دیگه و از لحاظ مالی هم همینطوری، یعنی مثلا 5 میلیون کرون سوئد میرسه به آقای پریزی و 5 میلیون هم میرسه به اون دو نفر و حالا ارزش مادیش که زیاد هم نیست اتفاقا. اون دو نفر رو من نمیشناسم، از کارشون هم سر در نمیارم، حتی اسمشون هم نمیتونم راحت تلفظ کنم، شاید اشتباه هم حتی بگم. میتونید راجعشون بخونید. کار اونا بیشتر مربوط به اقلیم و مسئله اتمسفره، ولی خب به درک ما به مسئله مثلا گرمش زمین میتونه کمک کنه. من چون متخصصش نیستم واردش نمیشم و حتی وارد این گفتمانم نمیشم که چقدر جهت چیز سیاسی میتونه این داشته باشه، اصلا به نظرم نمیدونم. اما چیزی که مشخصه اینه که آقای پریزی حقشه، سهمشه و باید بهش نوبل میدادن به خاطر اینکه ایشون مشارکت خیلی خیلی زیادی توی فیزیک آماری، خصوصا چیزی که بهش میگیم سیستم‌های نامنظم disorder system داشته و به طور کلی فیزیک سیستم‌های پیچیده یک بخش زیادیش به واسطه کارهای این بزرگوار توسعه داده شده. من حالا که میخوام راجع به این حرف بزنم، دردی خودم میفهمم، ما احتمال زیاد باید متخصص حتما راجع به این چیز صحبت میکنم. ما راجع به یک چیزی به اسم مدل آیزینگ صحبت کرده بودیم، توی این ویدیو هست، توی کانال صفحه هر جا بگردید من راجع به مدل آیزینگ و گزاره فازاش و اینا مفصل حرف زدم. حالا داستان اسپین گلس چیه؟ بهش میگن مدل های شیشه اسپینی. ببینید مثلا شما یه سری فازها رو واسه ماده میشناسید، مثل جامد، مثل مایع، گاز. بعد میدونید که یه سری جامدها هستن که اینا ساختارهای بلوری دارن، اینا کریستالن، یعنی که اتم ها با نظم و ترتیب یک جا نشستن و یک شبکه منظم هندسی دارن. واسه همین ما یک چیزای زیادی راجبشون میدونیم. مدلایزینگ هم مثلا میتونه همین چیزی رو توصیف کن، به شرط اینکه خاصیت مغناطیسی بخوایم بهش نسبت بدیم. اما یه اتفاقاتی میفته توی دنیا. فرض کنید شما یه مایعی رو دارید و اینو شروع کنید سرد کردن، بعد این یخ میشه، مثلا یک جامد میسازه. اگر این فرآیند با یه سرعت معقولی سرد بشه، از مایع میرسید به یک بلور یخ که جامد. اما اگر مثلا اینو خیلی یک دفعه سرد کنید، یا کلا این فرآیند رو شما کوئنچ کرده، یا مثلا شما مثل وقتی که از اون طرف دارید شمشیر میسازید، یه موقع اینه که شما یه چیزی که مذابه رو میذارید آروم آروم سرد میشه، اون موقع اصطلاحاً سیستم داره آنیل میشه، اون موقع یه بلور ساخته میشه. اما اگه اونو یه دفعه سردش کنید، یعنی کونچش کنید، اتفاقی که میفته برخلاف پروسه آنیلینگ اینه که دیگه بلور شکل نمیگیره و این آهنه یا اون حالا فولاده یا هر چیزی به فولاد درسته تشکیل میشه از یه سری تکه هایی با سایز های نابرابر. برای همینه که محکم تر میشه فولاد، چون دیگه اون نظم هندسی بلوری رو نداره و اون خاصیت شکنندگیش رو از دست میده. این فرآیند هایی که این شکلی هست ماده رو میبرن به یه فاز عجیب و غریب و شما اینو اونقدر هم براتون نباید عجیب باشه، چون شیشه رو همه جا دیدید، پنجره خونتون یا بطری دلسترتون. اینی که بهش میگیم شیشه، شیشه نه جامد نه مایع، شیشه شیشه است. چرا؟ چون به جای اینکه ساختار بلوری پیدا کنه یه آمورفه و این به این معنیه که اگر شما خیلی ریز بهش نگاه کنی یه جاهای شبیه جامدها رفتار میکنه، انگار جای شبیه مایه ها. و این چیز عجیبه برای فیزیک دونا، یعنی همیشه سوال جدی بوده، خصوصا از نظر ریاضی پشت داستان.
شما وقتی بلور دارید میتونید براش یه چیزی بنویسید به اسم، یعنی اصطلاحا میگن بلورهای متناوب، یعنی قشنگ شما میتونید یه چهار پتانسیل انرژی در داشته باشید، بعدم یه چیز خیلی ترتمیزی یه مینیمم موضعی هم داره، یعنی اتم باید بره اونجا بشینه تو مینیمم جاش راحت و خوبه، اذیت هم نمیشه، یه ذره پرتربش کنی همونجا دوست داره وایسه. اما وقتی دارید یه چیزی مثل شیشه رو نگاه میکنید، اون موقع داستان به هم میریزه، به این خاطر که اتم ها دیگه اینجوری نیست که یه مینیمم انرژی ترتمیزی داشته باشن، اصطلاحا این لندسکیپ انرژی، این چشمانداز انرژی یه چیز خیلی زبری میشه، واسه همین یه سری لوکال مینیمم های زیاد دارید شما توی سیستم و شما سیستمتون دیگه یه سری متا استیبیلیتی داره، یعنی سیستم میره توی لوکال مینیمم گیر میفته و برای مدت های زیاد ممکنه اونجا بمونه، برای همینه که شیشه مثل جامد ها از دور میمونه. مثلا اگه شما برید تو این کلیسایی که خیلی خیلی قدیمی ان، ممکنه مثلا شیشه هایو پیدا کنید که از بالا نازکن از پایین کمی زخیم، چون این دا مثلا یه حرکتی هم شیشه کرده. برای همین درک یک ساختار به اسم شیشه زمان زیادی برد. حالا اگر شما مثلا همون مدل آیزینگ بیاین اینو مغناطیسش نگاه کن، یعنی فرض کنید که به جای اون اتمه، یعنی اون اتمایی که دارن یه همچین ساختار نامنظم هندسی پیدا میکنن، یه ویژگی مثل ممانع مغناطیسی داشته باشن، مثل مدل آیزینگ. دیگه مدل آیزینگ ما یه اتمی داشتیم، یه کریستال آیرون داشتیم، آهن داشتیم، بعد میگفتیم هر کدوم از این اتم‌ها یه خاصیت ممانع مغناطیسی داره که بهش میگیم اسپین، بعد این برهم کنش اسپین ها با هم مثلا توی مدلایزینگ اینجوریه که اگر دما رو از یه حدی به بعد کم کنیم یا از یه حدی به قبل کم کنیم، این اسپین ها شروع میکنن با هم همجهت شدن و در نهایت همه اسپین های ماده همجهت میشن و یک برایند مغناطیسی توی سیستم ظهور میکنه و سیستم مغناطیده میشه. یا از اون وقت شما دما رو زیاد میکنید، این افت و خیزای گرمای غلبه میکنه به این بر به این همسو شدن ها، واسه هم از یه دمایی به بعد که شما دمای کوری، سیستم خاصیتش رو از دست میده، خاصیت مغناطیسش رو از دست میده. اما الان فرض کنید یه ماده ای دارید مثل اینکه ترکیبی از آهن و مس، اون موقع دیگه مثلا این نیست که اینا دوستاش باشن همسو باشن، یه موقعی توی این سیستم ها تمایل اینه که اینا ناهمسو باشن، یعنی اگر این بالا باشه همسایش دوست داره که رو به پایین باشه. بعد اون موقع مثلا شما اگر یه مثلثی رو در نظر بگیرید از یه ستایی از اسپین ها، فرض کنید این بالاه، اون موقع اسپین ها اینجا ترجیح میده رو به پایین باشه، چون برهم کنشه اینجوری میبره به انرژی کمی. حالا این یکی اسپینی که اینجا هست، اگه بالا باشه با این موازیه، اگر پایین باشه با این موازیه، یعنی با این همجهت. مثلا میگن این سیستم فراستریتد، آخرش ما نفهمیم رو فارسی چی بگیم، به این معنی که این سیستم هر جوری که بالا و پایین به چرخه انرژی این مجموعه رو تغییر نمیده، چون بالا باشه با این ناراحته، پایین باشه با این یکی ناراحته. و این ویژگی های عجیب غریبیه که توی این سیستم هایی که از حالا بعد بهش میگیم اسپین گلس، اسپینه به خاطر اینکه اسپین داره، ممان مغناطیسی مثلا داره، گلسه به خاطر اینکه این ویژگی گلسی توی ساختار داره. اون موقع اینها از لحاظ ریاضی دنبال کردنش خیلی کار سختی میشه، یعنی دیگه نمیشه به راحتی کریستال فهمیدشون. و کاری که آقای پاریزی کرده این بوده که به طور خیلی، نمیدونم نبوغ اسمشو بذاریم یا چی، ولی من تا جایی که میدونم اون ریاضیاتی که ایشون دیولپ کرده برای این مدل یه جوری که خود ریاضی‌دونا هم بهش حسودیشون میشه. و آقای پاریز یکی از کارهایی که کرده تو عمرشون این بوده. و این مسئله اسپین گلاس و کلن گلاسی فیزیکس اینقدر چیز عجیب غریبیه که توی همین مکالمه‌ای که به خاطر برنده شدن جایزه نوبل با آقای پاریزی کردن توی کمیته نوبل، گفتن آقا شما الان رو چیکار میکنه؟ گفت من هنوز روی گلاس سیستم دارم کار میکنم. مسئله خیلی عجیب غریبی. نکته خیلی مهم اینه که این تئوری آقای پاریزی به قدری خفن بود که نه تنها فیزیکو تکون داد و یه مسئله جدی توی فیزیکو حل کرد، بیرون از فیزیک هم کاربرد پیدا کرد، توی بیولوژی، توی آرتفیشال نورال نتورک، توی شیمی و توی حوزه های مختلف. و به همین خاطره که علم فیزیک به جای اینکه فقط یه مسئله های خیلی بومی رو حل کنه، بومی خودش رو حل کنه، یک دفعه ابزارهایی پیدا کرد که بتونه سیستم های خارج از
اون اقلیم آشنای فیزیک دونا هم حل کنه، یعنی بتونه بره نوروساینس رو برداره دست و پنجه باش نرم کنه، بتونه بره جای دیگه. و از این جهته که خیلی این کارهایی که توی این زمینه انجام شده با اینکه موتیویشن ها از فیزیک میاد، ولی در نهایت تونستن به بقیه علم هم کمک کنه. بیشتر از این من راستش نمیخوام حرف خاصی بزنم، خیلی جاها توضیحات خوبی هست، توضیحات فنی تر هم هست که جاش اینجا نیست. یه چیزی که من خیلی حال کردم توی این گفتگوی این آقای کسی آقایی که داستان فنی کار پاریزی رو توضیح میداد توی نوبل، کمیته نوبل، این بود که پاریزی در حقیقت پاریزی ایشون از یک نسل از فیزیک دونای ایتالیایی هستند مقیم روم، که اینان واقعا اصلا یه نسل خاصی بودن و یکی پس از دیگری کلی مشارکت جدی تو فیزیک داشتن و به نظر من از لحاظ اجتماعی خیلی چیز مسئله جالبیه که فیزیک دونهایی تونسته ایتالیا در طی تاریخ تربیت کنه که بی نظیرن و نسل داشتن، این نسل به نسل بعدی وصل بوده، اسکول آف ساد داشتن، مکتب فکری داشتن. دانشگاه پیانزای روم یک عالم قوله اینجوری همش تربیت کرد، چیزی که ما هیچ موقع توی ایران از چه میدونم مثلا از کی بگیم، از محمد غزالی به این طرف هیچ موقع نداشتیم، من نمیدونم اینا رو درست، ولی ما هیچ موقع توی ایران مکتب نداشتیم که بتونیم یک جایی داشته باشیم که آدم حسابی یکی پس از دیگری ده. الان همه این استاد خفنای دانشگاه ایران که هم 24 ساعت خدا هم دارن قعر میزنن، اینا هیچ کدومشون نتونستن 5 تا دانشجو به خوبی خودشون مثلا بذارن، مقصر هم نیستن، سیستم به شدت خرابه. اما این حرف مهمیه که ایتالیا با همه مشکلاتی که داره به نسبت بقیه کشور اروپایی، ولی یک کیفیت خیلی درست حسابی رو انگار حفظ کرد توی تولید فیزیک دون. و حتی مثلا توی یک دهه هایی به خاطر همین آقای پاریزی و زحمت های همکاراشون فکر میکنم مثلا یه کار خیلی خفنی کامپیوتری هم انجام میشد توی ایتالیا که مثلا رقیب نداشته به خاطر وجود این آدم های ارزشمند. و این درس مهمیه که میشه گرفت از تاریخ، اینی که آدم نگاه میکنه یک مجموعه موفق آدم حسابی تربیت میکنه، و برای اینکه ما به نوبل برسیم باید واقعا یک نسل بیاد نسل بعدی رو بهتر کنه، نسل بعد نسل بعدی رو بهتر کنه تا ما برسیم به یه جای. و این همون چیزی که ما قدیما میگفتیم طرف خونواده داره ریشه داره، علم توی ایران ریشه دار نیست، خونواده دار نیست، و این بخش زیادی از مشکلات ما رو توی علم و صنعت ایجاد میکنم، صنعت ما هم وضعش احتمالیه. و این نکته مهم راجع به پاریزیه، فیزیک دون ایتالیایی باحال، من شانس اینو داشتم یه بار ایشونو توی آی سی تی پی دیدم، یه دونه صبحونه من با ایشون خوردم و یه کمی هم صحبت کردم، ولی همینقدر. امیدوارم که عین من ذوق کرده باشید از جایزه نوبل امسال و سعی می‌کنیم به زودی، من خیلی راستش دوستم شلوغه، سعی می‌کنم به زودی یه گفتگویی درست کنم، سعی می‌کنم با یاسر حتما صحبت کنم راجع به دیسوردر سیستم، خب متخصصش. خوب باشید.